درود به شما براندازهای عزیز. تا موجودی به اسم آخوند توی ایران هست و حکومت هم میکنه، قرار نیست هیچ اتفاق خوبی برامون بیفته. حتی ابرها هم دیگه حاضر نیستن روی سر آخوند ببارن. امسال ابرا به طرز عجیبی درست وقتی مرزهای ایران میرسن متوقف میشن. زاکانی شهردار سوپر پوششی تهران در سخنرانی امروزش از مردم گله کرده. زاکانی گفت اینکه حضرت آیت الله رئیسی اجازه نداده دلار بشه 150,000 تومان رو مردم فراموش کردن. یادمون نره که زاکانی یه روزی مثلا رقیب انتخاباتی رئیسی بود، ولی حالا بهش میگه حضرت آیت الله. خامنه ای دقیقاً با همین حجم از حرومزادگی انتخابات رو مهندسی کرد. همه را رد صلاحیت کرد و 4 تا بی همه چیز مثل زاکانی و رضایی رو گذاشت کنار رئیسی تا به ریش 90 میلیون ایرانی بخنده. مشکلات به جا مانده از دولت‌های قبل توسط دولت فعلی انقلابی گره‌ها گشوده خواهد شد. اون روزی که حضرت آیت الله رئیسی در دولتی که متعلق به جناب آقای روحانی بود حاضر شدند و وزرا همان وزرا بودند، همان روز اون وزرا و مسئولین در اولین جلسه تأکید داشتند که انقریب دلار 100,000 و 150,000 تومان خواهد شد. ریلی که گذاشته شده بود به اینجا منتهی می شد. مجاهدت های دولت، تلاش دولت و کوشش دولت و همه خدمتگزاران در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردمه. تعجب میکنم از اون کسانی که از شنیدن 44 سال دروغ خسته نشدن. رشیدی کوچی ظاهرن یکی از نماینده های مثلا خوب مجلسه. هرچند در سیستم فاسد جمهوری اسلامی آدم خوب نمیتونه نماینده بشه، ولی ببینید که امثال همین رشیدی کوچی چطوری سرمون کلاه میذارن. سی و پالرمو و سی اف تی ناراحتی، اگر از مشکلات اقتصادی، از پراید 75 میلیونی، از گوشت کیلو 120 تومن ناراحت و ناراضی هستین، دوم اسفند وقت تغییره. اما اگر نه، از این شرایط راضی هستید، خب اصلا آقایونی که با رأی من و شما در ادوار گذشته در این مملکت، در این استان، در این خطه رأی آوردن، به همونا رأی بدید. اما باید بگم همین رشیدی کوچی دوباره برای مجلس کاندید شده و دوباره داره همین جملات رو تکرار میکنه. از مسئولین بدتر فرمانده های سپاهن، یه مش دزد فاسد که فقط بلدن حرف مفت بزنن. امروزم با زنده کردن قاسم سلیمانی انتقام سید رضی رو گرفتن. رفتن بدل قاسم سلیمانی رو پیدا کردن، بعد رفتن به دیدارش. دلیل این کارشونو و بعد تبلیغات گستردش توی رسانه‌های مثل فارس رو هم هنوز هیچ کس نفهمیده. به نظر من که این کار با اختلاف یکی از احمقانه‌ترین کارهایی بود که تا به حال در جمهوری اسلامی انجام شده. اما عصرین درکاله، فعال زنان و زندانی سیاسی سابق، با انتشار یه ویدیوی خیلی زیبا صعودش به یکی از قله‌های کشور رو به زنده یاد غزاله چلابی تقدیم کرد. امروز 8 دی 1402 و اینجا قله آسمان سرای منجیل هستش و اینجا قله هستش و من اولین دفعه هستش که به یه قله صعود میکنم و میخواستم این اولین صعودم رو به غزاله چلاوی عزیز تقدیم بکنم که یادش جاویدانه برای همه ماها. و از همینجا درود میفرستم در میانه انقلاب زن، زندگی، آزادی. از همینجا درود میفرستم به همه بازنشسته ها که خیابون رو قرق کردن و میگن که فقط تو خیابونه که به دست میاد حقمون، به همه پرستارا، به همه باز معلما و به کارگرای فولاد اهواز و همینطور به کارگرای نفت و همه مردمی که برای یه زندگی انسانی
دارن کف خیابون می جنگن و دادخواهای عزیز، مادران و پدران دادخواه که برای همون زندگی انسانی بچه هاشون رو از دست دادن و همه عزیزانی که چشمشون رو از دست دادن. این اولین سودم که حالا خیلی چیزی هم نیستش، قله زیاد بلندی هم نبود، ولی با این احوال من اولین دفعه هم بود. این رو تقدیم کنم به همه شما عزیزا و یاد همه تون اینجا هستم، مخصوصا شما غزاله عزیز، و هم صدا با غزاله اینجا میخوام بگم که ما همه با هم هستیم. یه دلغکی هم به اسم خیابانی چشمشو به روی حقیقت‌های موجود بسته و هر روز یه معرکه جدید میگیره. فکر میکنه اگه 10-20 تا استادیوم توی ایران ساخته بشه، فیفا جام جهانی رو میده بهش که برگزار کنه. نمیدونه که جام جهانی آزادی پوشش میخواد، آزادی مشروبات الکلی میخواد، جاده میخواد، هتل میخواد و امنیت میخواد. ممکنه فیفا بخواد داور زن برای بازی‌ها بذاره. آخه با مانتو که نمیشه داوری کرد. ضمناً با اون دختر فرمانده سپاه که به دختر سبزپوش معروف شده بود میخواد چی کار کنید؟ ما چند بار گفتیم آقای وزیر ورزش بیا به صراحت بگو که این استادیومی که میخواید بسازی چیه؟ چیه ما؟ یه بخشی رو گفتن که تعاطر نفتی و این که باز هم چند طبقه است این استادیوم؟ چقدر گنجاش داری استادیوم؟ منتظر اون جزئیاتی بودیم که خیلی از رسانه ها هم دنبالش هستن، اما چیزی گفته نشد. گفتن این تعاطر نفتی با شرکت چینی هستش، سابقه ساخت مثلا 80 تا استادیوم داره. تو با هم بودیم حدود 6 ماه پیش، گفتم آقا ایران میتونه میزبانی جام جهانی چکونی چه اطلاعاتی گفتم یا نه. اما با هم بودیم دیگه، تو بودی دیگه. آقا ایران میتواند میزبانی جام جهانی آینده رو، جام جهانی 11 سال بعد به عهده بگیره. گفتیم یا نگفت؟ بله، عربستان رو مثال زدین که چرا عربستان میتونه و مصر میتونه و مکزیک میتونه و کانادا میتونه، ما نمیتونیم. چرا میخندید؟ چرا به پیشنهاد من میخندید؟ 11 سال بعد قرار جام جهانی 2034 11 سال بعد برگزار بشه، نه فردا که از حالا داریم آزار میدیم خودمونو و مسخره میکنیم جواد خیابانی که واه اینو نگاه کن دوباره رفت جب گرفتش. نه آقا، 11 سال بعد تو 11 سال میشه کشور ساخت، نه یه استادیوم، نه یه هتل، نه یه فرودگاه، میشه کشور ساخت تو 11 سال. چرا نمیسازی؟ خب بسازید، بذارید جام جهانی رو برگزار کنیم. چی بهتر از اینه که لیونل مسی بیاد رو سکو وایس شنلشو بردار امیر قطر بندازه رو دوش مسی، تبلیغ کشورشو بکنه؟ چی بهتر از اینه؟ تمام خواسته اونها و انگیزه اونها از میزبانی جام جهانی در قطر همین صحنه بود. چرا مرزه داره من ندارم، اون نفت داره من ندارم، اون گاز داره من ندارم، اون ثروت داره من ندارم؟ من که از اون ثروتمندترم، من که از اون باهوشترم، من که از اون بهترم؟ عبای قطری نماد فرهنگ قطر رو بر شانه قله فوتبال دنیا انداخت. پس شدنیه. پس نه، ببین به جای که همون خواسته قطری، ببین نگاه کنیم، من تو هفته پیش اینجا حرف زدیم درباره، یاد میاد دیگه، جمال 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 در اومد با هوش مصنوعی. دیدی چه جوری؟ ببین جوون عزیز کشور من، به جای که این آقا برنامه تموم نشده در میاد، سرعتش اینقدر زیاده. ببین من رفتم اینجوری میکنم که یه وقت اصلا تکون ندم که براش دوباره با هوش مصنوعی تکون میدم، تکون میدن آقا خوش اتفاقا نداره. این کارا رو بکنید بذارید مردم بخندن، اما کار جدی رو انجام بدید. کارهای جدیش اینه که آقا این حرف رو وایرال کن، این حرف رو الان وایرال کن. جواد خیامی داره بازم میگه ایران لیاقت برگزاری جام جهانی فوتبال داره. هر چی میخواید بگید، نه خیامی جو